و بعد اعلام کنیم. کلام خدا راجع به یه جنگ نیکوی ایمان میگه، جنگی که در واقع با کلام ایمان تو میتونی اعلامش کنی. ایمان من ورای موقعیت منه، ایمان من ورای درماندگی منه، ایمان من میگه خدا خواهد آمد، ایمان من میگه شفای تو در راهه، ایمان من میگه جواب تو در راهه، ایمان من میگه ثروت تو در راهه، ایمان من داره میگه امید تو در راهه، ایمان من میگه نجات خانواده در راهه، ایمان من میگه بگیر آنچه که در راهه را ببین. ایمان من راجع به فردا صحبت میکنه، ایمان من راجع به امروز حرف نمیزنه. باور دارم خدایی که بهش ایمان دارم وعده دهنده من امینه، دروغ نمیگه. به این خدا ایمان دارم و احتیاج هست که ما راجع به ایمان اون حرف بزنیم. کلام خدا میگه ایمان از شنیدنه، شنیدن فقط نه اینکه من به دیگری بگم اون بشنوه ایمانش بلند بشه، نه به خودت بگو، خودت هم میشنوی ایمانتو بگو، وارد که میشه ایمان تولید میکنه، ایمان که تولید کنه زبانت به ایمان جدید میاد، ایمان جدید میره تو گوشت، در قلب جاری میشه، ایمان سه برابر میشه میاد بیرون، دوباره در گوشت میره، ایمان چهار برابر میشه میاد بیرون، دوباره در گوشت وارد میشه، ایمانت پنج برابر میشه. به همین دلیل وقتی نگاه میکنی اولش وقتی تو جنگ های روحانی، همیشه اینو به شما بگم، روزهای سخت زندگی هایی که در واقع میخوای بکنی خلاف وضعیتت، خلاف اون موقعیتت شروع کن اعلام کردن. بگو که اون کیه، بگو که به کی ایمان داری. اولش هیچ احساس نمی کنی، تو چند دقیقه اول هیچ احساس نمی کنی، تو دلت هم نه، به صدای بلند فریاد نه، اما به صدای بلند بگو، بگو. وقتی میگی کسی که تجربه دارن همهشون بدون برو برگرد میگن تا 5 دقیقه اول هیچ خبری نشد، تا حدود 7 8 دقیقه که شد یه دفعه میبینی در من چی عوض شد، یه دفعه در من چی شکست، یه دفعه در من چی فرو ریخت، یه دفعه یه تاریکی رفت، یه دفعه جلال خدا اومد، یه دفعه حضور خدا اومد، یه دفعه شفای خدا اومد، قوتش اومد. چطوری اومد؟ وقتی شروع داری میکنی هی میگی ایمان دو برابر، سه برابر، چهار برابر، پنج برابر، ایمان دنگه بزرگ میشه که اون چیزی که برای تو ضعفه الان زیر دستهای ایمان تو قرار داره.